آخرین روز رزمایش بزرگ دریایی ولایت 94. امروز دریای عمان شاهد اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. با حضور وابستگان نظامی برخی از کشورها و مهمانان ویژه. چهار فروند شناور سطحی، ده ها شناور زیر سطحی، قایق های تندرو، انواع یگان های پروازی، هواناب ها و تعداد زیادی از شناورهای بومی در قالب نیروهای مردمی در دریای عمان رژه رفتند. اقتدار نیروی دریایی، اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست. کار نیروهای مسلح در واقع بازدارندگی و ایجاد احساس آمادگی و رزم مقتدرانه در صحنه‌هایی است که به وجود آنها نیاز هست. در رزمایش ولایت 94 نیروی دریایی راهبردی ارتش با بکارگیری تاکتیک های مختلف و متنوع، اعم از تاخت آبی خاکی، تازش قایق ها به اهداف، اجرای آتش ساحل به دریا، استقرار هواناب ها در ساحل، پرش چتر‌باز ها و تاخت موتورسوار ها به بازی جنگ پرداخت و لرزه بر پهنای اقیانوس انداختند. ما با توانمندی که در این رزمایش ارائه کردیم و تجهیزاتی که مورد آزمایش قرار دادیم، این رو نمایاندیم که نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران این توانایی رو دارد که به تنهایی امنیت منطقه رو بدون نیاز به حضور کشورهای فرامنطقه‌ای تأمین کند. آخرین روز رزمایش بزرگ دریایی ولایت 94. امروز دریای عمان شاهد اقتدار نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. با حضور وابستگان نظامی برخی از کشورها و مهمانان ویژه. چهار فروند شناور سطحی، ده ها شناور زیر سطحی، قایق های تندرو، انواع یگان های پروازی، هواناب ها و تعداد زیادی از شناورهای بومی در قالب نیروهای مردمی در دریای عمان رژه رفتند. اقتدار نیروی دریایی، اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست. کار نیروهای مسلح در واقع بازدارندگی و ایجاد احساس آمادگی و رزم مقتدرانه در صحنه‌هایی است که به وجود آنها نیاز هست. در رزمایش ولایت 94 نیروی دریایی راهبردی ارتش با بکارگیری تاکتیک های مختلف و متنوع، اعم از تاخت آبی خاکی، تازش قایق ها به اهداف، اجرای آتش ساحل به دریا، استقرار هواناب ها در ساحل، پرش چتر‌باز ها و تاخت موتورسوار ها به بازی جنگ پرداخت و لرزه بر پهنای اقیانوس انداختند. ما با توانمندی که در این رزمایش ارائه کردیم و تجهیزاتی که مورد آزمایش قرار دادیم، این رو نمایاندیم که نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران این توانایی رو دارد که به تنهایی امنیت منطقه رو بدون نیاز به حضور کشورهای فرامنطقه‌ای تأمین کند.